خبرهایی از تحولات قیام مردم سوریه. گردانهای اپوزیسیون سوریه بخش جنوبی فرودگاه نظامی دیرالزور را تصرف کردند. انقلابیون سوری بعد از نبردهای سنگین صبح امروز در یک عملیات غافلگیرانه توانستند با از پای درآوردن 30 تن از نظامیان اسد، از جمله چند افسر بلندپایه و منهدم کردن چند تانک و زرهی بخش جنوبی این فرودگاه استراتژیک را تصرف کنند. انقلابیون سوری در این عملیات همچنین چند تانک و نفربر و مقادیر زیادی سلاح و مهمات به غنیمت گرفته و تعدادی از نظامیان اسد را دستگیر کردند. این فرودگاه بزرگترین و اصلی‌ترین پایگاه رژیم دیکتاتور سوریه در استان دیرالزور به شمار می‌رود که از آن شهرها و مناطق اطراف را بمباران و گلوله باران می‌کنند. گردان‌های اپوزیسیون سوریه در منطقه قلمون در حومه دمشق اعلام کردند در نبردهای اطراف شهر یبروت خسارات سنگینی به نظامیان اسد که توسط حزب الشیطان و مزدوران عراقی حمایت می‌شدند وارد کردند. انقلابیون سوری در این منطقه چند تانک و زرهی دشمن را منهدم کردند و 4 تن از سرکردگان حزب الشیطان را به هلاکت رساندند. تلویزیون الجزیره به نقل از منابع بیمارستانی شهر نبک گزارش داد حداقل 50 کشته و مجروح از نظامیان اسد و حزب الشیطان به این بیمارستان منتقل شدند. از سوی دیگر انقلابیون سوری اعلام کردند فرمانده تهاجم نظامی نیروهای اسد به شهر مورک و 3 تن از محافظینش را به حومه هما به هلاکت رساندند. القلمون يبرود. روز جمعه سلسله تظاهراتی با عنوان حلب ندا سر می‌دهد به ندایش پاسخ دهید در شهرهای مختلف سوریه برگزار شد. تظاهرکنندگان سوری در زیر بمباران و آتشباری نظامیان اسد علیه دیکتاتور سوریه شعار دادند و از جامعه بین المللی خواستار جلوگیری از کشتار مردم حلب و سایر مناطق سوریه با بشکه‌های انفجاری شدند. تظاهرکنندگان سوری همچنین با سردادن شعارهایی خواهان خروج حزب الشیطان و پاسداران رژیم ایران از خاک سوریه شدند و بر عزم خود بر ادامه انقلاب تا سرنگونی دیکتاتور بشار اسد تاکید کردند. یکی از تظاهرکنندگان گفت ما به یاری خدا می آییم. اگر کشته شویم زنان ما هستند و اگر آنها هم کشته شوند کودکان ما هستند تا زمانی که سوریه را از شبه نظامیان اسد پاکسازی کنیم. در همین حال نظامیان اسد چند منطقه مسکونی را در حلب و سایر شهرها و مناطق سوریه بمباران کردند که در نتیجه آن ده ها تن از مردم بیگناه سوریه کشته و زخمی شدند.